عزیزان سلام، امید که جور و صحتمند و سر حال باشه. به یکی دیگر از گزارشات چینل زندگی خوش آمدید. به گفته هزارگی و علیگونو بید کم کم بریم به طرف کوتل حاجیگک و ایم قریه خارزار هست و یک مسجد خیلی قشنگ و مقبولی هست که در پایینی کتل حاجیگک قرار داره. کتل حاجیگک یکی از دو مسیرهایی است که مرکز به هزارستان یا هزارجات وصل میکنه. کتل حاجیگک در زمستان سال یک کتلی بسیار زیاد خطرناک و برفگیر هست که اکثر وقتهای کتل بند است برای مسافرین و عابرین و موترهایی که از این مسیر رفت آمد میکنن. درست است یک راه بسیار نزدیکی هست که مرکز به طرف هزارجات وصل میکنه و راه دیگه ای که هزارجات وصل میکنه راه پروان یا غوربند هست که میره از کوتلی شیبر تر میشه و او را زیاد خطرناک نیست، زمستان سال زیاد برفگیر هم نیست و از اونجا اکثر موترها در زمستان سال از اونجا رفت آمد میکنه و این مسیر مکمل برای مسافرین بند میشه به دلیل از اینکه بسیار زیاد برف میگیره و متاسفانه کسایی که مسئولیت زیر میگیره که کوتل پاک بکنه اونا هم کارشان به درستی انجام نمیده و ایسا هم قریه که طرف میره برام قریه دیوال میگفت و فعلا خوب شده، سرکار پخته شده، جور شده و او سرکی سابقه کتل حاجیه که معلوم بشه از وحی که برف هست از اونجا معلوم بشه و یک سرک بسیار زیاد خطرناک بوده و همیشه هم قسم که تقریبا آخرای اول بهار هست، ماه اول بهار و هنوز هم اونجا برف هست و این طرف آب شده، فعلا خوب شده از داره اما در زمستان بسیار زیاد خطرناک میموشه. کوتل حاجیگک یک از معدنهای بسیار غنی هم در اینجا موجود هست. معدن آهن حاجیگک به نام هست که دانشمندان و کسایی که آمده تحقیق کردن و آنها میگن که آهنی کوتل یا آهنی معدن حاجیگک تقریبا 62% هست، یک فیصدی بسیار بالایی هست که در اکثر جاها و اکثر کشورها که اگه 10% هم آهن داشته باشه اونجا شروع میکنه به استخراج کردنش. یعنی میتونیم بگوییم که معدن حاجیگک یکی از غنی ترین و یک گنجی هست برای افغانستان و این در ارتفاع 3700 متری از سطح دریا قرار داره که در قسمت شمال ولایت میدان وردگ واقع شده و این کتل متصل کننده میدان وردگ و ولایت بامیان هست که او طرفش به سمت بامیان مربوط بامیان میشه و این سمتش مربوط ولایت میدان وردک. این مسیرها، این بلند و پستی ها، این دره ها و این سبزه ها یک زیبایی بسیار خاصی میده برای ولایت بامیان و ولایت میدان وردک، چون ولایت بامیان میشه بهش گفت پارک ملی افغانستان که همه ساله سیاحین و کسایی که برای چکر از ولایت دور و نزدیک حتی از بیرون از کشور به دیدن عجایبی که در بامیان قرار داره مثل بودا، مثل دره اژدر، مثل بند امیر، دره فولادی، جاها سیاحت دور و نزدیک که میایه از این مسیرها باید عبور و مرور بکنه. کمی بلندی ها و پستی ها و دره ها، آب هایی که در این مسیر قرار داره و سبزه هایی که در این مسیر قرار داره که برای شما از جلز گرفته تا سیاخاک و کتل اونی و سیاخ امی ساها را برای شما گزارش جور کرده بودیم که شما دیدین هر نقطهش زیبایی بسیار زیاد خاصی داره که این مسیر برای کسایی که برای سیاحت میایه، برای چکر میایه لذتش چند برابر میسازه
که اونا میتونن چاشتشانه، سوبشانه و یا وقتهای دیگهشانه حتی برای نان خوردن یکی از چمندی ها در کنار آب، در کنار دره یا یک جای دیگه، یا حتی میتونیم بگوین در سر کتل آجیگک یک جای را انتخاب بکنه، با فامیلشان، با دوستایشان، با رفقایشان پایین شو از مطرخ خود و چند لحظه ای را شاد بگذرانه و یا غذایشان صرف بکنه. و ما هم آهسته آهسته به سمت سر کتل که فعلا مربوط ولایت میدان وردک میشه و از سر کتل او طرف مربوط ولایت زیبای بامیان میشه و در اینجا هر دو طرف زیاد شبکه‌های مخابراتی کار نمیکنه، اما در سر کتل اکثریت شبکه‌های مخابراتی فعال هست، کار میکنه و کسایی که در این مسیر رفت آمد کردن، کسایی که خاطر از این مسیر داره، فعلا بیرون از کشور هستن، فعلا در کشور نیستن، اونا میفهمن و دلشون حتما تنگ شده پشتی ساحات که خاطراتشان ما خدا کنه زنده کرده باشیم. و یه سمت بامیان هست که بامیان سرد بودن خود نام داره دیگه و یه هم برفایی هست که هنوز هم که هنوز هست آب نشده و یه در کنار سرک ها چون بعضی مردم افغانستان دیگه خدا را این نیک هدایتشان بکنه یک ذره به احتیاط هست در دو طرف سرک، بعضی جایی که خطرناک هست کتاره گرفته، خدای نخواسته اگه موتر بی بریک میشه یا رانندش به احتیاط است زیاد آسیب نبینه. و یه هم آیسته آیسته تا میشیم به طرف بامیان زیبا. عزیزان ما کوشش میکنیم گزارشات خوب و مقبول و قشنگ از گوشه گوشه افغانستان، از زیبایی افغانستان، بخصوص نقاط هزارجات برای شما دوستا تهیه بکنیم و شما هم با ویویتان، با لایکتان، با کومنتتان برای ما انرژی میدین. اگر اولین بارتان است که میبینین لطفاً سابسکرایب فراموشتان نشه. تا گزارش دیگر خداوند یار و یاورتان باشد.